درسته. جدول براتون جذاب بود اصلا؟ چقدر اعتقاد، یعنی چقدر براتون هیجان انگیزه که بیایم بریم سراغ دیتای لایف؟ من خودم واقعا اینو دیدم دست و بالم داشت میلرزید که چقدر قشنگ داره این بر اساس یه مدل ریاضی میره جلو. خب یه سوالی دارم قبل از اینکه برم سراغ، ممنون آقای باقری، لینک همون فکر میکنم مصاحبه هست یا همون نظرسنجیه در مورد پیش بینی قیمت بیت کوین دیگه. بسیار ممنون آقای باقری. میخوام برم سراغ چیز، آلت کوین ها. رو آلت کوین ها، رو اتر از قدیم الایام گفتم، حتی یه پست جدیدن دوباره از اون قدیما رفتم پیدا کردم تو اینستا، امیدوارم که تو صفحه اینستا باشین، اوردم بالا گذاشتم گفتم که ببینید این جریانه مربوط به بیت کوین، من اتر رو من امروز دیروز به این بازار نرسیدم، آخه من دارم نگاه میکنم این صفات همه این کسایی که تو این دارن کار میکنن زحمت هم میکشن و یه خود داشتن به هر حال جنبه بازاریابیشون قویه، یه خود شعاف هم قاتیش میکنن، من امروز و دیروز به این بازار نرسیدم، تجربه سالها معامله‌گری تو بازار سرمایه بوده و بالا پایین های بزرگ رو دیدم، ضررهای گنده کردم، اگه کسی بهتون بگه ضرر نکردم داره دروغ میگه بهتون که اصلا نمیدونه بورس چیه. تو همین بازارم که اومدم بالا پایین زیادی دیدم و زمان قابل توجهی هم روش گذاشتم، احساس کردم آینده خوبی داره. میخوام بیام در مورد این بگم که اتر یکی از گزینه های خوبه، اتر برای بلند مدت یه گزینه خوبیه. علتش اینه که پلتفرم دیفای روش قرار گرفته، پلتفرم های مربوط به اسمارت کانترکت، خاطرتون هست چقدر دعوا کردیم سر اسمارت کانترکت دوره 0 تا 100 ارز دیجیتال، اونجا دیدیم چه ارزایی میاد و خیلی پتانسیل خوبی اتر داره. من با ریسک بسیار بالا وارد XRP شدم خیلی وقت پیش، روی کردم هم همین عددهایی که مالا میشنوینه. من اصلا میگم شما هر فرض کنید خریدتون زیر 20 سنت بوده، 15 سنت 12 سنت، الان 40 خورده یه دیگه، تا الان که حالا 100 درصد گرفته اصلا ولش کن، ضریب دلاری هم رشد دلاری هم خوردی همه رو بریز زور. من میگم هر 20 سنتی که این لامصب بره بالا شما 100 درصد تو سودی، هر 20 سنتی که بره، نه امروز رفتی همین بعد کلاس رفتی خریدی، هر 40 سنتی که بخری تمام شده 50 سنت، هر یک دلاری که برای شما رشد بکنه شما 200 درصد سودی، اونم سود دلاری. چقدر زود میگذره تایمو، من جامو هر دفعه عوض میکنم، یه دفعه اینجا میام میشینم، یه دفعه میرم اونور میشینم، بعد این بغل من یه ساعت و هی نرم نگاه میکنم این تایمه چقدر زود میگذره، کلی هم ما کار داریم. خب من در مورد آلت کوین ها گفتم آینده خوبی رو براشون میبینم، روی این دو سه تا، روی لایت کوین، بیت کش، اینا ارزش اینو داره، روی چین لینک. ببینید یه دونه چیز فرستادم براتون تو کانال که اقتصاد، برای شما فرستادم یا نه، اقتصاد چین، هند، امریکا، یه سری کشورهای دیگر رو آورده دیده قولای صنعتی رو، گفته که 2020 اینجان، 2023 اینجان، 2020 2030 اسخای میکنه، 2020 اینجان، 2030 اینجا خواهند بود. وقتی نگاه میکنی میبینی چی، مثلا چین تو مثلا ترکونده، و اگر فرض بذاریم سی بی دی سی چین همون چین لینکر رو بخوان همین با همین فرمون برن جلو، شاید بد نباشه یه خود ازش داشته باشه. این دوج که عشق آقای ایلان ماسکه، بخرید، این فوق العاده است برای نوسان گرفتن، ولی خب یک دلی مثل این آقای افشین قطبی بود دیگه، میگفت دلی مثل شیر میخوام برای مثلا تیم ملی، واقعا دلی مثل شیر میخواد که بری رو همچین ارزایی که با یه حرف کسی بالا پایین میشه. فرض کن صبح ایلان ماسک اصلا چی میگن خواب نما شد، من گفت آقا دوج کوین داغونه، بدبخت شدیم رفته ها. بخرید و همون موقع که میخرید یه تک پروفیت براش بذارید، یعنی اینقدر سود کرد من میام بیرون، کاری هم ندارم که چقدر بالاتر میره، هی تیکی تیکه باهاش برید. من اینو ببندم، واسین اول ببینم که این مدل اومده بالا که من بتونم روی خودش توضیح بدم.
ببخشید من یه چند لحظه باید این سایت باز بشه، اما در نظر داشته باشین که به هر حال این بازار یه هیجان عجیبی توشه. 7 در 24 بودن خودش توی همه رو منقلب میکنه. وای به حال اینکه به قول معروف یه همچین سودی هم توش خوابیده باشه و طرف داره دلاری در میاره. یکی از مشکلات برای بچه های ایرانی اینه که خب به هر حال خیلی از چیزها بهشون سرویس و صرافی این سرویس رو نمیدن متاسفانه به ماها، و میگن که خب به هر حال چیزیم دیگه، ما تو اون سنکشنه ایم که دیگه به همون سرویس ندن. داشتم برای یک عزیزی یه مدل چیز میبستم، ICO میبستم، این مبلغ پول قابل توجهی داره، این با همین روی کرده میخواد بیاد. رفتم توی چیز یه سری ICO های خوب، IEO های خوب پیدا کردم و لیست کردم و خب عکس داشتم نگاه میکردم، ایشون مثلا امکان اینو داره که خیلی راحت وریفای هم بشه، و دیدم اکثرشون، گفتم خب من این کار برای اینشون کردم بالاخره خودم یه رسمش استفاده کنم، اکثر این موارد دیدم که اومده توش گفته که تو این IEO اون وایت لیسته یا ریستریکت لیستی که میذارن اونتاش ایرانیا توشن، سودان، نمیدونم پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق، یمن، لبنان، حتی جالب خیلی لجم گرفت. بعد یه تیکش دیدم که چیزا هم هستن، مثلا امریکایی هم هستن، کانادایی هم هستن، انگلیسی هم هستن. گفتم خیلی دلم خنک، شما هم توشید. علتش چی بود؟ علتش این بود که چون یک سری قوانین تو این کشورهای امریکا، کانادا، انگلستان، بریتانیا به صورت خاص قرار داره که محدود میکنه معامله کردن روی ICO، IEO، STO. یادتون هستی که دوره 0 تا 100 یک کامیون بار از این اصطلاحات داشتیم که تو حوزه کریپتو برای ارز اولیه استفاده میشه، اونا محدود کردن، اونا بابت محدودیت قوانین مقررات کشوریشون، ما هم به خاطر محدودیتی که بقیه بر ما حاکم شدن نمیتونیم توی شرکت کنیم، وگرنه دیلای خیلی خوبی داره. من صفحه اومد بالا، استاپ شیرینگ بزنم، اسکرینم رو شیر کنم. دوستان میبینن این صفحه رو؟ صفحه بروزر منو میبینن؟ بله، بسیار عالی. ببینید اون دیتا اینجاست، من لینک رو بذارم خدمت شما، اگر آی مهندس یوسفی عزیز زحمت بکشین اون بالا قرار بدین ممنون میشن. بچه روی این لینک، دوستان محترم، دانشجویان عزیز، روی این لینک کلیک کنید وارد این صفحه میشین. این همون پلن بیه که توییت درست کرده بود، تو توییتر و اینا میتونید دنبالش بکنید، لینکدین داره و تو ردیت هم میتونید ببینید، ایمیل هم میتونید بهشون بزنید. دیلی آپدیت چارت آف بیت کوینز استاک تو فلو پرایس، روزانه آپدیت میشه، پستد آن ساتردی 26 فوریه 2021، 6 فوریه 2021 میشه یه روز دیگه، با یه روز تاخیر. این من البته این تیکر از سایت ایشون برداشتم، فاینانشال ادوایس نیست، داره باز تاکید میکنه اگر کسی زرکت نیاد یقش رو بگیره. اینو من اسکرول کنم بیام پایین، شما دارین مدل رو میبینید، این دیتا به روزه، شما روش کلیک بکنید وارد میشین، همینجور بیاین پایین رسیدیم به اون جا قشنگه. شما رو هر کدوم از اینا بزنید، من توضیحش دادم دیگه، یک هنرف دو هنرف میا تو این سایت هم شما میتونید اطلاعات خوب ببینید، در خصوصش ببینید، در مورد سایتش ببینید. من بیام اینجا نگاه کنید، current data رو دارین میبینید، بر اساس اون تاریخی که من توی اون یکی داشتم چندم بود؟ 1/2/2021 بود. الان current priceش چقدر؟ اون موقع 33,000 تا بود، الان 39. prediction priceش میگه تا 43 میتونه بزنه. ببین این عدد در روز داره بالا پایین میشه، در نظر داشته باشیم. و prediction دو انحراف معیاری 152 میگه اگر از همینجا بخواد بریزه تا 24 میتونه بیاد پایین، ولی من شرط حاضرم ببندم اگر بازار بیوش بشه و ریزشی باشه فقط میتونه منیپولیشن باشه، والهای بزرگ دارن یه تکون تو بازار میدن، هر جنبنده دوپایی که بترسه و تو این بازار حاضر نباشه یه ریسک حداقل یه ساله برای خودش بکنه، طرف میلیاردی باخته تو بورس، بهش میگیم آقا این تو یه میلیارد باختی، بیا مثلا 100 میلیون بخره، چیزی نمیشه، حداقل قسمتی از ضررت رو شاید جبران کردی، شاید بیاد رو ریپل جبران شه، شاید رو اتر جبران شه،
شاید ترکیبی از این سبد جبران شه. من یه ترکیب بین 20 20 تهیه کرده بودم، توی یوتیوب هم به اشتراک گذاشتم، یه 20 21 هم دارم آماده میکنم و خدمتتون عرض شود که قطعا میذارمش توی یوتیوب، رایگان هم میذارم، چون نمیخوام این چیزایی که ارزش داره بچه ایرانی میتونن ازش خوب استفاده کنن بابتش پول بگیرم، کلاس دیگه. حالا این مثلا روی کردم هر چی که تو یوتیوب رایگان هست و خواهد ماند میذارم اونجا ازش استفاده کنید. یه ترکیب سبد بهینه میخوام برای 2021 بدم و اینم بر اساس مطالعه‌ای که تو بازار داشتم، نظر شخصی، بررسی نظر بزرگان و در نهایت همون داستان ایستادن بر شانه غول‌ها بود. قرار نیست که من خودم مبدع همه چی باشم، شما مبدع همه موارد باشین، میتونی از نظر اون استفاده کنی. برگردیم به داستان. پس دیدیم این سایت به من یه همچین گرایی داد، یه چیز باحال داده. متاسفانه ما رو همه جا چیز کردن، محدود کردن، به خاطر آی پی ایران مجبور از فیلتر شکن استفاده کنیم. من اینو با فیلتر شکن آوردم بالا، به مشکل خوردم تو صفحه مربوط به ای سمینار، لذا فیلتر شکنم رو بستم. آدرس اینو بذارم، شما با این روی این لینک کلیک کنید وارد این صفحه میشین، استاک تو فلو ببینید. این بی تی سی اتر داره ترند رو بهتون میگه، من یه خود بکشم این و داره پرایس رو میگه، تغییرات 24 ساعت گذشته، 7 روز گذشته، پریدیکت، اینا دیگه خیلی چیز خاصی، حجم و اینا رو داره میبینه. اسکرول کنید بریم سمت راست، دستبندی کارنسی ایناش هم میبینید و لیکویدیتی ساپلایش هم که 18 میلیون 600 خورده ای ماین شده و این 114 میلیون در بازار ماین شده قرار داره. میگه استاک تو فلو BTC 55 و طلا هم 5 هم حدود بود که خدمتتون گفتم. برگردم به اسلاید چیزی که عدداری رو ببینید، گفتم یه 60 هست که احتمال دادم که به احتیاجی که یه بار بررسی بهتری بشه. خدمتتون عرضم بیام بالا اینجا طلا رو هم ببینم که چند گفته بودم، از رو اسلاید میخوام 55 و 9 دهمه. طلا رو 55 و 9 داشته باشین، بیتو 55.0 داشته باشین، اتر 50، کاردانو 46، پولکادوت 10. ببین اینا ارزه که مثلا زودتر اومده خیلی چیز نیست. XRP 5، همینطور که بیاین پایین ببین هر چی عدد بزرگتر باشه، شما برای اینکه یه سبد خوب ببندی اینو دیگه جز اون فوت کوزگری خودتون نگه دارید دیگه. بخوای یه سبد خوب ببندی اینجا بیت کش نگاه کن، 57. بیاین پایین مقایسه میخوام بکنم، مثلا دوج کوین رو که دوستمون فرمودن 24، استلار 6، یونی سواپ 1، بیت کوین اس پی، ای او اس، مونرو. دقت بکنیم که هر کدوم تو اسکیل خودش داره جابجا میشه. نمیتونیم بگیم مونرو چون 74 چرا قیمتش بالاتر از بیت کوین نیست، نه اینجوری نگاه نکنید. محدودیت های روی این وجود داره که باید اونو در نظر داشته باشین. تو این سایت هم حتما لاگین کنید با نام کاربری خودتون بیاین وارد چین و همونطور که میبینید اینجا یعنی یک منبع دیگه، حالا صفحه چون چیز نیست و بخاطر فیلترش کنم واسه رفرش نمیشه، حالا این کشش کرده باشه اینجا. حالا علایل این لینک رو ببینید، در خصوص ترکیب سبد خوبم بهتون کمک میکنه از بابت استوفاش در نظر داشته باشین. این استوفه حتما باید خطی دیده بشود نه نقطه ای. این تون وی همون رفیقمون در حوزه کریپتو هست که مدل خوبی داره، میتونید از برنامه هاش استفاده بکنید. پروداکت اند سرویس بله XRP 5، حالا داستان XRP یه خورده متفاوته، ریپل استخراج پذیر نیست، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که یک تعدادی ایجاد شده و در بازار قرار گرفته. بله میگم اینا رو مقایسه با هم نکنید، این توضیح دادم که مثلا این 600 خودی چه قیمتش از بیت بیشتر نیست، میزان استخراجی که انجام شده به کل استخراج اون سال هست. روندش رو ببینید که اگر روند مناسبی بود، یعنی از